اونایی جو وقت منصرف گپای تو رو که بشنون منصرف نمیشن از گپ زدن خود، همو گپی که بدلشون باش همو رو میگه. و دوم من او کسایی که تو قصه شو میکنی اونا خیلی شاید شرف سری ای کسا داشته باشه، با او خاطر باید هیچی بدیایش که مثلا به ما رسیده چه رقم یک آدمایی که به زندگی ما دیدیم از همی مردم ای را ما میفهم خدا میفهمه، خب منتها این مردم باید خود چوب بگیره از یاد خود بیاب نکنم سایکو. این مردم خودشان میشه. نجیب یوسفی بسیار کومنت خوبش نوشته کرده صدقه شم. نجیب یوسفی قربان احساست، قربان احساست نجیب جان یوسفی. های کاش همه مثل اگر چی باشه خو خداوند ما و شما را اتفاق اتحاد بده خو هر جای خراب است از بی اتفاقی هستن، چون ما و شما اتفاق نداریم. اگر 5% اتفاق باشد باشیم 95% رازنی میکنم به می خاطر است کشور ما درست نمیشه. آخه تا نه وقت ما پشت دروازه مردم در بدر بگیم. سگ ما یک تجربه ای که از افغان ها دارم برد بگویم، ای افغان هایی که مثلا یک چند تایی کیجی هستن که کمن میتان که میگم مچم اتفاق نبندازین مثلا مچم فلانای رقم شد بسمدانای رقم شد، ای کسا اصلیتشون رو ببینی بار که دلت بد میشه. ای کسا کسایی هستن که خودشون همیشه همی قوم پرست هستن، نظاره را ازاره گفته دو میزنه، اگر پشتون رو پشتون گفته دو میزنه، تاجیک رو تاجیک گفته دو میزنه، از هر قومی که باشن. خب منتا ای رقم آدم ها ای گپایی که ما تو میزنیم بار که بخیش با اینا کار نمیتن بخاطر که اینا از دین روشه خراب هستن. ای کسا خب ما رو خراب میکن. او کس مادارا ما ضرر ما به کدام تایتان رسیده؟ ما زندگی خودم میکنم، عجیب خود نان میخورم، عجیب خود فامید شراب میخورم. شما کس مادارا اینجا با لایف ما میاین فامید ما را منایسی یک مثلا بنام مسلمان بودن بنام افغان گفتن دو میزنین. خب اینا شما بگوین شما انسان خوب هستین یا ما انسان خوب هستم؟ خب شما اگر انسان خوب باشین چرا اینجا آمدین دو میزنین؟ اگر لایف خوشتان نمیاین رای خدا بگیرین از لایف بیرون شوین، امی بیخی هم پیج ما بلاک کنین، نیچ مثلا دیگه که ما که لایف میاییم دیده نتانین. ای دیگه چی گه پس که ایجا فامیدی میایی کس شیر میگی مارکتینگ خوارتا میکنی برو دک کس خوارت دک کنی هم آقایت ما میگیم که رگل زمان فامیدی جا کس شیر میگی میایی با لایف ما کس مادر. ای آدم ها را باید ایر هم با زبان خوشان گپ بزنیم، اگر با زبان خودشان گپ نزنی باز اینا بخی عمود سر سوار میشن میگه والا میگه اینا اصل نیست یک لودر را گیر آمدیم. کس مادر برو سایکو. فامید ما اقا تجربه دارم که بخی همو خوار دموقع کس نداده. کس مادر چیجی میای کس شیر گفته میره با لایف ما آدم حرامی یکتان بنام ملا میاین یکتان بنام ما میگم همو زنی همو یک لگ ملا را می گلوتن حکمتیار همو که رئیس قومی تان است همو بگایه. کسماداری که میان بلایف مردم کسی شعر میگن. ماریم جان سبر که ما برای شعر بگم میگم من زی اقرب نمیترسم ولی از نیش میترسم، ندارم شکوه از بیگانگان ولی از خیش میترسم، ندارم وحشتی از شیر و ببر و جمله گرگان، از آن گرگی که می پوشد لباس میش می ترسم، مرا با جو فروشان سر بازار کاری نیست، من از گندم نمایان ارادت کار می ترسم، ندارم وحشت از قتل و وفاق و خونریزی، من از این آتش افروزان سلندهش می ترسم. به شیخ گفت کسی از چی می ترسی؟ زمای. خو ایره گوش کو. به شیخ گفت کسی از چی می ترسی؟ زمای. گفت تا زمای خوردن ندارم بیم ولی از مستیش می ترسم، مرا با خانقاه و خرقه و کشکول کاری نیست، من از اعمال زشت خلق نادرویش می ترسم. چی خوش گفت این سخن مرد سخن سنجی که می گوید مرا از مرگ باکی نیست، از سختیش می ترسم. گفتم مرا از مرگ باکی نیست، از سختی مرگ می ترسم. لالا این شعر اگر در عمقش بری بسیار معنی میتن، بسیار. هیچ وقت ما و شما را خارجی ها زده نمیتونم، ما و شما تیشه را میگیریم در ریشه خود ما میزنیم دیگه. خب مقصد جور باشه مثلا سایگنه امی کسایی که اولا مثلا امی گفت دور نبریم بخی امی کتا بیاریم امی اگزمپل امی کسایی که ما را میگه تو نام مسلمان رو بد کردی نام افغان رو بد کردی،
این خارجی ها خب که مثلا اگر لایف ما را اولا نمیبینه به خاطر که مثلا این لایف استایل کسی مثلا به نام افغان آمده بیرون خب همه کس های افغان هستن پرژیان همه در گپ میزنه اینا میبینن خب سایکو همه ما چرا غم بد کرده ما خیلی آمده میفهمیدی در گپ میزنم کدام کار خرابم نمیکنم کدام قوم ایران توهین نمیکنم تا که خودتان توهین نکنن که باز توهین کنن اینجا خوارتان لنگ بالا آمد زده میشه کس مادارا فامیدی چی گفته اینجا می توهین میکنن بچه ما از اون سیاسرهای نیستم فامیدی که موش با دان بخورم دان خود چوب میگیرم اینجا کس سرمای تنگوش بالا کنم آمد در کنش فامیدم تا زور کنم که بیخی همه تا که زنده است سر سیاسر دست بالا نکنه یا چپ سعی نکنه یک کس مادر ها فامیده همیشه همه تا که ظلم ستم سر افغان ها اوجا همی سر سیاسر ها کده به هر کشوری ایجا می فامیده یک لایف ما شما رو میبینه با آرگ و بخریشان می کنشان در میگیره به او خاطر یک کس شیر خدا میگن یک کس مادر ها دوستشان رسیده نمیتونه بیخی ما میگه بین آدرس ما چی ما از تو ایجا بیا کم ده سرم پولیس هم تا کنت میکنم یا نمیکنم کس مادر ها از زبی جان چشم کومنت تا می خانم یوسف قادری گفتن شعر زیباس قربان شوم دید زیباستا دیگه احسان الله جان تا حال تو افغانستان خود چند پاره شده که مردم چند پاره میکنی تو بدماشای فیسبوکی هستی قای نفر رخ در رخ گپ زدن نمیتونی احسان الله بیا اگر مرد هستی قایمه 5 دقیقه چشم در چشم گپ بزن از کوچه که من تیر شم تو تیر شده نمیتونی بدماشای فیسبوکی نیست خوار تا بگو همه یه بگو در پیش همه که لایف هم میرونه بگو خوار تا بگو همه یه میگایم کس مادر پشت کامنت ها میزنه بی غیرت هست بگو بی ناموس یا احمد چشم دیگه شفیق میروایس قربان شوم حتما دیگه عبدالله مرا دعوت کو مگر تو کرنا داری که بکن عبدالله هادی حنیفی ای خدا مرا یک روز جو یک نفر تعیین کنه که همین نفر های اصل و بریشه را کلان از روی کره زمین وردارم که بفهمه که والا ورداشتن نفر چقدر هستن او بنده خدا عقل کچولو نیست عقل شلغم نیست که براتون بخرم چرا همه کومنت ها رو نوشتن میکنین دیگه سلام در افغانستان چی وظیفه داشتی حسن الله یوسفی من در افغانستان که بودم منصوب اردوی ملی بودم بریدمل بلوک بودم توله سیم بودم کندک ششم بودم لیوای سیم پیاده قولی اردوی دستده که سیلاب از کندک 176 فارغ شدیم از کندک کمپ غازی کمپ چارای پکت یا کود کابل 1400 نفر بود به نام قلندر بچه بغلان 1400 نفر مرا میشناسن خلاصه ما یک قدر بچه شوق طبیعت هستم که امام نام رقم فقره ای را بگیم مرا میشناسن ولی بدماش فیسبوکی نیستم خاک پای عالم هستم مگم کومنت های درست نوشته کنن خوب است این رقم با خدا اگر ام آدرس شبیت فقط آدرس بگم ام مرد است آدرس خدا بگم مگم اونمجا فقط ده دقیقه تو منتظر باش من از بلژیک آدر میتم ای دیگه کنم چیزی نیستم او دختر چی تو رسی چی را دیگه مریم جان قلندر جان دعوت کو مومن عزیزاده گفته بیرق بالاست قلندر جان مهر بیاد قربانشان منصور تو کدام خر هستی لالا جان من هیچ خری نیستم من خری قلندر... هستم که خوار ده او روز گایده می رفتم همون تا برش با خدا اینمی گپای دزوان ما نمی گرده اگر بگم مثلا بایم شاید خوب بره جی کس مادارا که از گپ خوب نمی فهمه بگو برو کس مادار بگو همون خری هستم تو روز خوار ده گایده می رفتم ایتا بگو باز خودش می فهمه که خوارش هشی کسا می گایی بریدمال صاحب بیزار ما هم عرف بزنیم رئیس تشکیلات آخه ما خو مریم گفته را سمیا را بالا بیار و میگه که خدا راستی میگه هر کس میه هنگ میکنه جاوی جان توفان لایف مریم جان رفتن مر هر دفعه بالا میاره من میگم بچه را دعوت کنم من میرم پایین و این مریم هم یک چند نفر را دعوت کرد به زور خدایی که من فکر کنم که پاگیم شانزه پلاستیکی امریکا هم برای پیکای روس باره بچلانه در وقتی که آمده پیکای روس باره بچلانه قصه کن معما فکایی ابجد یکان گپای مدروز بزنه در کس که من یک فقط جور هستی بخیر هستی مریم هم میگم دعوتتان کنم حتی زیزین محمد زیا میری جواب بده چشم محمد زیا جان او بغلن جان با جف جف سگ دنیا مردار نمیشن بامش که آفرین آفرین قربان شام شاه سمیر سراجی قلندر جان مریم جان همه قسم انسان های بد اخلاق ها چطور زبان هستن که افغانستان را خدا بیان این همه رقم نفران سلالا افغانستان با ما با خدا شو روز افسوس میکشم از دست یزی آدم ها خلاصت ماجیر شدیم بدبخ شدیم پشت ما یک دونه
در زندان سفید سنگ ایران بودم خو، ما زندان بودم، از زندان که دیپورت کرده رفتم سفید سنگ. در سفید سنگ نوشه بود خو این خو که زیباست اما خاک وطن نیست، این شهر قشنگ است اما خانه من نیست، این دنیا ای کشورها هیچ وقت خانه ما تو نمیشه، چون مسافر هستیم، بدبخت هستیم، آواره هستیم، بیچاره هستیم، از همی بددانی و بدزبانی در این کشورها رسیدیم، بس است دیگه از این به بالا دو نزنید. نه قلندر جان این گپ بسیار غلط است، این ما بدبخت چی نیستیم. البته خودم شخصا که است وقت بسیار شکر میکشم، بسیار سپاسگزار هستم از خداوند جل جلاله که مرا از او رقم یک کشور کثیف کشید که من اینجا آمدم که زندگی خود فهمیدم میفهم، اما با یک رسم و انسانیت انسانای حقیقی را اینجا دیدم که چه رقم باید اگه انسان احترام شود، چه رقم یک خانم یک کس احترام کنه، او گپا را اینجا فهمیدم. اگر من اینجا نمی آمدم من اینجا وقت از انسانیت سر در نمی آوردم. این مردمی که میگن کلشان از امو ملک هستن خودت میفهمی دیگه. علی محمدی قربان شما، شاهزاده بغلان صدقه شما، یک چند نفر دیگه که کومین نوشه کرد قربان شما، لطف دارید قربان، احساس بشر دوستان واقعا وطندارم هستی، این می رقم اسی بشر دوستی داشته باشیم، فرق نمیکنه چی زن باشه چی دختر باشه، باید ابراز هم دردی کنیم. بنده خدا به خدا بسیار درد دارم، ای درد کجا میفهمه؟ نی فقط یک خوندن ما برد میکنم، یک شعر میگم: پریشان خاطرم را طره محبوب میداند، حال پریشان را پریشان خوب میداند، جدایی تا نیفتد دوست قدر دوست کی داند، جدایی ها یوسف را دل یعقوب میداند. ما خودم پریشان هستم، از حال یک پریشان با خبر هستم که او چی درد میکشد، چی حس دارم، حالم وطن داره، حالم هرچی که هستم دیگه. سرباز خسته صدا لالا، ما صد دفعه گفتم جگر یک زنگ بزن عشقم. مریم جان منو بیار بالا. قلندر دیگه بچه ها زیاد هستن. سلام مریم جان، قلندر جان، امید خسته صدا مریم جان، امید سرباز خسته صدا میگه مرا بالا بیار. خب سرباز خسته صدا باز هر چی پشت کمندش میگردم پیدا نمیشه، باز اگر رقم بورنگ میشه با اون خاطر باز مجبور که یک رو بالا یک کس دیگر رو بیارم، بخاطر که پیشازی که قدر کردن ما دیگه بسیار پشت کمندش میگشم که پیداش کنم خو نمیشد با اون خاطر. وانا لالا خسته صدا، وانا خو مگه پشت کمندت هم گشم، دوربین هم مگه دوربین هم نداشی و پشت همه چیز گشم. فرید لطیف دو ماه میشه جواب سلام مرا نمیتی. فرید جان لطیف آقا بالا بیار، من میرم وظیفه، دیگه رئیس تشکیلات گفتم من میرم وظیفه. محمد رضا، مریم، قلندر مرا بیار بالا. سلام سرباز خسته صدا، لالا جان من رفتم خدا یاره. سرباز خسته صدا این اخومدی گفتم برش میگه کومندت سعی کردم میگه دوربین نداشت، میگه پیشتر میگه پیش از تو همیره میخواستم بالا بیارم. یا موبایل تا اپدیت کنن باز اما تا یک افتر برتون میگه که کسی نوایش کنتونم. سرباز خسته صدا موبایل تا یک اپدیت کن پاس بیا در لایف اگه دو جای دوربین پیدا کده چشم دیگه. تو را سگریت به لب دیدم مرا آتش به جان آمد، گمانم درد سر داری نصیب دشمنان گردد. دبی جان را گذر قربان شم، جاوید طوفان را بیار بالا. قلندر چرا جواب نمیتی؟ حالا جاوید طوفان دیگه وانا مریم بگو بالایت بیار. جاوید طوفان گفتم مرا بالا بیار. حسین دختر جان چی میخوری؟ گفته حسین گفته دختر جان چی میخوری؟ من دل باخته هستم مرا بر بالا. خدا یارت رئیس خانه بیادر محمد آشمی، مردم گپای زشت میزنم برای شما. قربان نشم محمد، محمد نه با او راضی نیستم مردم گپای زشت بزنی، بخاطر که ما کوشش میکنم که همه کسایی که دو میزنن یا بلاکش کنم یا مثلا دیگه با لایف ما نبیه گپ زشت نزنن، با او خاطر ما راضی به این نیستم که باز یک کس دیگر انوایت کنیم اونا رو گپای زشت بزنه. خمونتا مردم باید احترام خود داشته باشن، خودشان بفهمن گپ بچی است دیگه. انشالله یک روزی برسه که خب ما میفهم خب بخاره روز نمیرسه بخاطر این مردم افغان رو که میبینم اینا وقت چین شدنی نیستن. والا سرباز خسته صدا گفته فعلا میرم طرف وظیفه. لالا جان سرباز خسته صدا جور موفق باشی، بخیر برید در سربازیت، بخیر برگردی وظیفه ایت، بخیر سپری کنی. لالا جان هر کجای هستی خداوند یک تار از سر محیط کم نکنه، لعنت بر دشمنایت.
دیگه درست است الله جان، اما هم گوشی تا چیکو هم جای دوربین که پیدا کرد و گفته که هر لحظه که بیم دعوت میکنم دیگه به نزل الله خاص صدا. دیگه بغلانی جان تو برو که نوبت از ما است. چشم هر کدامتان بالا میایید دوربین دارید مسیج بدید بالا برم. محمد زیا امری گفت ما را بالا بیار. او جوان نظامی است یا ملکی؟ محمد مراد محمد ما خود نظامی هستم، ولی سرباز خاص سلام از گپاش معلوم بود که نظامی است. لالا پشت وظیفه رفت تا رئیس تشکیلات هم گفت ما وظیفه میرم. محمد زیا امری قلندر بیار بالا مریم. رئیس تشکیلات خیلی نامرد عاشق خدا بالا نمیاری عزیزم. امری رئیس تشکیلات یک بالا بیار مریم. خب ما مشور ندارم خواهیتا، مثلا اگر کمینش ماما بیاید کمین استاد میشه، ما چون کسی را انوائد کنم کمین استاد میشه. یک دقیقه باش ما خواهی نامش پیدا کنم، اگر باز شما خواهی کنم باش ما پایان بریم سعی سن نامش پیدا کن. قربان شم سرباز خسته صدا، ما خوشحال شدیم. خیر است یار زنده صحبت باقی. خسته صدا است ما چون هر کس که هست خو میشه کمین حالا بتن بخاطر اینه ما رفتم کامنت های نو که آمده اونا رو ببینم خونام تا پیدا کنم باز میارم تان بالا. یک دقیقه باش داود مالستانی چشم باند که سرباز خسته صدا یا رئیس تشکیلات؟ سرباز خسته صدا رئیس تشکیلات دو تا هستن. اگر سرباز خسته صدا بود او رو بیار، اگر رئیس تشکیلات بود او رو بیار. رئیس تشکیلات هم فاکسی هستن. یک دقیقه باش ایجا خود سعیز خواهمی کسایی رو که بگوین که کامنت داده بودن یک کامنت نه بودن به خود ما نه و به کامنت ها رسیدیم. این رئیس تشکیلات دوات این رئیس تشکیلات این اول کومنت شما مدر رایستن چی گفتن؟ گفتن که آشوخ ظلمه فریادی از سلام و علیکم السلام. امریکا آه رئیس تشکیلات اینه پیداش کرده بزن امون رئیس تشکیلات اک زنگ بزن آسایز خیلی تو قدر گو برم اینه ما قد میکنم اوکی سایز.